سلام افغانستان، از ولایت مقبول و زیبای کندوز زمین خاطبین عزیز و نازنین اورانوس تیوی کندوز، هر کجایی که هستین بیننده این گزارش ما که هستین جور و صحتمند و سرحال بوده باشید. به یکی دیگر از گزارش های ما خوش آمدید. ما این بار در چوک یا هم چهارراهی ولی هستیم، چهارراهی که تازه جور شده و همه چیز با نو شدن چوک نو شده دیگه. شما هم بیننده گزارش ما تا پایان باشید، با هموطنانمان این صحبت های می داشته باشیم در رابطه با تغییراتی که در اینجا آمده، تا آخر بیننده این گزارش ما باشید. خب بیننده های عزیز، در ادامه گزارش با ما هستین. ما در کنار یکی از هموطنان خود قرار داریم که اینجا ازشان می پرسیم در مورد ای که چی تغییرات آمده. سلام. و علیکم. خوب هستین؟ جور باشید، بخیر. سلامت هستین انشاءالله. بیش خود معرفی بکنین. اسم لال محمد، یکی از شهر نشین های ولایت کندوز. آها، از این بگوین که از سابق تا حال چی تغییرات آمده اینجا؟ از سابق تا حال بسیار تغییرات مثبت آمده. سابق این چوک بود به نام چوک آزادی، چوک نبود، به نام جادی آزادی بود که به نام منطقه اسپیندر کندوز یاد میشه. ولی حال با الهاج عبدالولی همه خدمت کرد به همشهری های ما که ارمی چوک جور کرد. سابق یک موتر بسیار به مشکل دور میخورد، این پلچکاش میده بود، خراب بود، ولی همی آدم بسیار یک خدمت بزرگ کرد دولت ما. هم زیبایی بخشیده بشر و همی که مشکلات مردم از ایسی که از کدام طرف عبور کنند، مثلا کسایی که از اون طرف میان باید از این طرف برن نگه، کس چارایی اینمی قدر خوبی شده داره. بله، چارایی اینمی خوبی را داره. سابق مسیر معلوم نبود که از کام را موتر عبور کنند. ایران میمونده کالی کدام طرف؟ بله، دستون کابادار اگر میرفت هم بندش را بود. ولی حالا خب بسیار خب چوک جور شد، بسیار اساس موتر دور نفره، بسیار منظمت افاس وسیع هم شده نه سا دیگه. بله، بسیار اینمی مکتب لیسه نسوان است که اینجا را بسیار کلام کرد. او بغل سرای اسپیندر است، به نام سرای علی‌آباد بود. او را هم زد، سه گوشش از زد جور کرد. دکان ها نو شده؟ دکان ها نو شد، بله، کل چیزا نو شد، بسیار اساس. حالا امشالله خب موتر هم تیر میشه، رفت آمد مردم هم آسوده شد یک در را. لیتال اینمی که میبینین فعلا خوب شده دیگه. بدون شک کدام پیامی داشته باشید؟ بس تشکر. ما از تمام سرمایه‌دار ولایت کندوز خواهشمندیم که اینمت چوکارا اینمت چیزا را باسازی کنن، اینمت آبادی ها را آبادی کنن که مردم به مردم خود شریف کندوز برادر خدمت کنن. بدون شک اندک از مشکلات ما حل شد. بله، و خیر سلامت باشین. پیام خیلی خوبی داشتین، تشکر. سلامت باشین، زنده باشین. خب هموطنان ما اینجا حسن با اینا صحبت میکنیم در مورد ای که چقدر سهولت ایجاد کردن برای البته برای هموطنان ما. این طرف این کاکا جون اگر صحبت میکنیم در مورد ای چوک گفتم نه، سهولت ایجاد کرده برای ما، برای مردم. البته خوب هستین کاکا؟ خوب هستم. سلامت هستین؟ جان شما جور است، بخیر هستین انشاءالله. نامتان؟ نورالله. کاکا نورالله، چی کاروبار میکنین؟ یعنی میخواب تکایی میکنم. خب اصر شده دیگه، رفتار ایسین خانه؟ چی کنم، مزدرم نیت داری بدریت. خب شما از همین در این منطقه هستین یا از کام جای دیگه میگید؟ در همین منطقه هستم. سابق اینجا چی نام داشت؟ چوک آزادی. چوک آزادی میگفتین که هیچ چوک هم وجود نداشت، فقط چهارراه آزادی بود نه؟ آلی چوک ولی میگن. آلی چوک جور شده به نام چوک ولی. مشکلات مردم خواهد. سابق میگن موتر میامد ایران میموند که من کدام طرف دور بخورم. این تو گیربار و رابندی بود نه؟ در یه طرف هم میاره، در یه طرف هم میاره ببین آزاد کده. دکان هم نو شده؟ دکان هم نو شده، شهر ولی جور کده. بسیار خوب کده. بسیار خوب است، بله بله. سلامت و بخیر باشی کاکا. تشکر زیاد. خب هموطنان ما، قسمی که شما در تصویر میبینین چوکی که تازه ایجاد شده، مشکلات ما مردم را البته تا جای حل کرده، از حیث عبور و مرور که اینجا سابق موترها که مثلا میامد از چهار طرف اینجا رابندی میشد و قسمی که حال رابندی میشه، سابق از این کده بیشتر میشد و حال
رابندی گفته نمیشه دیگه، هر کس با نمو البته با مو طریق خودش از اینجا عبور و مرور میکنن. شما هم بیننده گزارش ما تا پایان باشین، با هموطنان خود صحبت میکنین. بیننده های عزیز در ادامه گزارش با ما هستین، ما با شما صحبت میکنیم، با اینا شما کلان هستین. اول سلام، خوب هستین؟ بخیر هستین، سلامت هستین؟ جان شما جور است؟ نامکتان؟ نام خال محمد. چی کاروبار میکنید؟ کاروبار کله سودا میکنید. کله سودا. چطور است قیمت ها؟ خوب است. ارزان میفروشین قیمت؟ ارزان خریدیم ارزان میفروشیم، اگر قیمت خریدیم قیمت میفروشیم. خب چند خریدین چند میفروشین؟ این من یزیر ما خریدیم 1400 رفه، پس دانا کس پرچه سودا میکنیم امکان داره که 1600 رفه این کار شوه. اومو 150 فایده میگه. بله. خب چاوکی چارای آزاری بود سابق، حال چوکی ولی صاحب چه تغییرات از سابق تا حال به وجود آمده؟ تغییرات ماشاءالله خیلی آمده. تغییرات فضا کلان شده، چوکی ایجاد شده. ها بله، فضا هم کلان است، چوک هم دیگه آزاد است، چون که مثلا خوب است، خوشحالی داریم، رابندی کمتر میشه. شما از چه وقت به این جا مصروف هستید؟ هر وقتی کمی چوک جور شده یا پیش از اون بودین؟ تقریبا در اینجا ما 14 سال میشه که در اینجا زندگی میکنیم. خب از امو 14 سال میشه، از امو خاطر میفهمین که تغییرات اومده دیگه؟ تغییرات خیلی اومده ماشاءالله. سلامت باشین. کدوم پیامی داشته باشین؟ تشکر، سلامت. سلامت باشین. با لالای ما صحبت میکنیم، پیشتر اینا گفتن، اول با اینا نمی گفتم که شما بزرگتر هستین، اول با شما صحبت میکنیم. بفرمایید. سلام، خوب هستی؟ بخیر هستی، سلامت هستی؟ تشکر. نامکت؟ دور محمد محسل. خب محسل هستی. پیش از اینکه ما پرسون بکنیم چیکار میکنی، خودت گفتی محسل هستی. محسل چی؟ زراعت. زراعت در قندوز؟ نه، در بادغیس. بادغیس میری از اینجا؟ بله. چقدر راست؟ تقریبا 40 ساعت راه باش از راه کابل. من چند وقت بعد رفت آمد میکنی؟ امید از این رخصتی با اون رخصتی؟ بله، ما حمل میرم اینو بود پس خزانه میرم. یک سال میشینی؟ اگه این قسم ده یک سال دو بار سه بار رفت آمد بکنی خودت بیخی فیصله میشی دیگه. 100%. نه؟ ده جوانی با فیصله نشی؟ نه. خود 40 ساعت را در موتر بازرهای وطن ما دیگه یک کمی مشکلات هم میداشته باشه. نه خب رفت آمد برای مشکل نداره، چون که جوان هستیم فیزیکی ما برابر است. اما میدم رفت آمد پیر نشی با خودتون معلوم است شرایط اقتصادی خوب نیست. تقریبا من 4000 کرایه ماشین میتم یک طرف. از یک طرف 4 از یک طرف 8000 رفت آمد. 8000 میشه. 8000 نگی 10000ش میگی. دای وقت ما فعلا در ماه رخصتین دو ماه رخصت دارم، کلا فروشی میکنم. از کلا فروشی رفت آمد 8000 نمیشه تقریبا. خودت یکی از کسایی هستی که همت به تحصیل بستی و در کنارش هم کار میکنی و هم ای که میخوای در آینده از تحصیلت یک چیزی بر خودت بسازی و آینده کشور را. بله، تشکر زیاد. اگر کدام پیامی داشته باشی؟ هیچ پیامی ندارم، پیام فقط برای جوان ها همین است که از کار بار هیچ وقت نگ نگ نه، بخاطر که من موصل هستم، فعلا صنف 4 هستم، خودم کار میکنم در برج مای رخصتی، پس مای حمل میرم تحصیل خدا ادامه میتم. اصلا در کاروبار غریب هیچ کس باید نگ نکنه دیو. بدون شک، بدون شک زبانت گل بگرده. کاروبار یا هم البته تلاش برای کسب روزی حلال هیچ وقت شرم‌آور یا ننگ‌آور نیست. بلی. تشکر زیاد. سلامت باشید. موفق باشید. در کارت برکت و در تحصیل. تشکر. سلامت باشید. بیننده های عزیز در ادامه گزارش با ما باشین، با هموطنان خود صحبت میکنیم اینجا که مصرف کاروبار هستن و در ضمنش قسمی که هموطنان ما گفتن سابق اینجا چهارراهی آزادی بود ولی حال به نام چوک ولی مشهور است و بیننده ما باشین تا پایین. بیننده های عزیز در ادامه گزارش با ما هستین، ما با هموطنان ما که اینجا مصرف کسب و کار هستن صحبت می داشته باشیم که بعضی از هموطنان ما اینجا دکان دارن و از اینا می پرسیم که چند سال میشه اینجا فعالیت میکنن و چطور هستن. سلام، بیاین شما نزدیک، بیاین همینطور بیرون، بیرون دکان که باز همونطور صحبت ما برام. سلام، خوب هستین؟ سلامت هستین؟ جان شما جور است؟ بخیر هستین انشاءالله، سلامت هستین؟ میشه خدا معرفی بکنین؟ اسم من خدایار است، یکی از دکاندارای همه محل چوک آزادی که فعلا با چوک رئیس ولی تبدیل شده. خوب هستین انشاءالله؟ چطور کاروبار؟ شکر فضل خدا خوب است کاروبار. چند سال میشه اینجا هستین؟ تقریبا در حدود یک 10 سال میشه که هستی بود. 10 سال میشه؟ بله. در این 10 سال تغییراتی که در این منطقه آمده چیست؟
قبلا چوک نبود در اینجا، چوک نبود، جاده به طور همونطور مواضع یکسان بود. مدت 3 سال می شود که یعنی چوک بنیان گذاری شده. دیگه چوک احمد ولی یکی از وطندارای تجار ما ساخته، فعلا اسم چوک هم به نام احمد ولی مسماست. دیگه چوک این چهار طرف شما میبینین که دکان ها مقب رفت، دیگه وسیع شده. انشالله که اینم یک روند خوب از دوطن ما بله بدون شک. حالا یک کمی باعث میشه که رابنده کم در جوانی؟ بله بله رابنده. دیگه چی تغییر آمده بجز چوک؟ مثلا میبینیم که دکان های سابقه از اون طرف تازه شدن. قبلا دکان ها به شکل عرفی بود بسیار سابقه. با تغییراتی که در چوک آمد شما اینا میبینین که او قسمت سرای علی آباد بود، موترخانه، دکانایش دوباره بازسازی شده که این یک نمایش ها را بسیار زیبا و خوبش ساخته. این طرف اونو قسمت که ما شما میبینیم مدرسه تخارستان است، یکی از مدارس باستانی ماست. دیگه اطرافی از او زباله ها جمع شده بود، دیگه خوشبختانه ایرم و یک آبادی تبدیل کردن. اطراف زباله ها جمع شده، یک پاکاری شده، صفا. دیگه این روند اگر پیش بره و به زیبایی و به کسب کار شهر ما افزوده میشه. بدون شک شهر که کلان شد و مقدر فضای کاری ایجاد میشه. بله. خب شما گفتین 10 سال همیجا مصروف کار هستین، انشالله که کاروبارتون خوبه. خوبش شکر الحمدلله خوب است اینجا. دیگه شکر که خدا نصیب کرده میشه. خب کدوم پیامی داشته باشین برای هموطنان ما؟ پیام داریم برای هموطنان ما. نگر اینمی وطن کشور ماست، به ما نیاز داره. از هر وسیله و هر طریقی که شو ما در قسمت زیبایی و بازسازی اینمی شهر و میهن ما سهم بگیریم. کوشش کنیم که در قسمت آلوده سازی جمعواری زباله ها از شهر اقدام کنیم، دیگه تا یک فرهنگ خوب شهری داشته باشیم. بدون شک در قسمتی که جلوگیری بکنیم از آلودگی شهر و همچنان از اینکه زباله های خود در شهر بزنیم. بسیار یک پیام نیک عالی برای هموطنان. تشکر، سلامت باشین، در کار بارتان برکت. تشکر قربانتان. هموطنان عزیز، ما در چوک احمد ولی یکی از تجارهای ملی کندوز هستیم که این چوک از اینا، البته این چوک توسط از اینا ساخته شده و برای البته جلوگیری از ازدحام ترافیکی مفید بوده. شما هم در ادامه گزارش با ما باشین که در البته در 4 طرف این چوک دکان ها جدید شده و میریم از اون دکان ها هم با شما با هموطنان خود صحبت میکنیم. شما هم تا آخر بیننده باشید. بیننده های عزیز، در ادامه گزارش با ما هستیم. قسمی که به شما گفتم دکان هایی که اینجا تازه ایجاد شده، البته کانه های دکوریشن موتراس که با اینا صحبت میکنیم در مورد کارواشن و در مورد اینکه چه قرار میشه اینجا نمیشه. سلام. سلام علیکم. خوب هستین؟ شکر. سلامت هستین انشاءالله. نامتان؟ فیروز. فیروز. چطور است کاروبار؟ خوب است، خدا را شکر. سلام. خوب هستین انشاءالله؟ انشاءالله. انشاءالله. چه قرار میشه اینجا هستین؟ مدت تقریبا 3-4 ماه میشه. 3-4 ماه. نام جدید موندین اینجا یا نام سابقه ایش هست؟ نه، نامای ابو قبلیش هست. قبلیش هست. نه در این منطقه چوک ولی گفتم. چوک ولی بله. سابق آزادی بود. سابق آزادی. آله، همه چیز نام شده. کل چیز نام. خب چطور کار بود؟ خوب است. خوب است. مگه سابق تا کجا دکان داشتی؟ سابق دورسه قبلی بودیم دیگه. خب بالاتر. بالاتر. خب آله اینجا اومدیم. بله سر. اینجا مشتری های سابق میاین یا نه؟ مشتری ها میاین. بله. خب چقدر خوب شده اینجا، بزرگم شده و یک دکان ها جدید شده. ساعت کلان شده، مردم دیگه تلاش میکنه که در جای مثلا موتر خدا و سایت خدا استاد کنه که مثلا جای کلان باشه، آزاد باشه. اینجا بر شما خوب است نی؟ بر ما هم خوب است. کسایی که مثلا موتر شونه، شما در دکوریشن موتر کار میکنید؟ بله سر. چند سال میشه؟ مدت تقریبا 10 سال میشه. 10 سال میشه. شاید وارد هم شده باشین در کارا بخی دیگه، هیچ حاجت دیگه نیست که بیاموزید. موتراشون که وقتی میارن اینجا فضام کلان است نی؟ فضام کلان است. میتونین راحتی کار خلاص بکنی. بسیار راحت میشه. یک موتر از این آغاز که مثلا میخواین دکوریشن بکنین چند تمام میشه؟ یک موتر تا قیمت های 5000 هم میشه. مثلا کسی
زیاد بخواید دیگ روشن کنه تا 10000 هم تمام میشه. بیخی لوکس بخواید بکنه چند میشه؟ عمو 10 میشه. عمو 10 میشه. از بالا نه. نه از شما چقدر تخفیف قائل هستین برای هموطنان؟ بله تخفیف. کدام نوع موتور بیشتر پیش شما میاد؟ فعلا موتورای 2006 هست، کورولا مدل، موتورای برقی از نام اکوا ایناست. دیگه موتورای چیز هم هست، سابق هم هست. برای سابق هم هست میاد. تشکر. سلامت. اگر کدام پیامی داشته باشید. قربانتان، سلامت باشید. در کارتان برکت. تشکر زیاد، سلامت باشین شما. خب بیننده های عزیز، قسمی که شما گزارش را تا پایان تماشا کردین، این بود گزارش ویژه امروزی ما از چوک احمد ولی که بر شما گزارش تهیه کردیم. تا گزارش های بر شما را به خداوند می سپارم.